جناب وکیل، مسئول اساسی ناامنی ها در بغلان دولت مرکزی یا دولت حکومت محلی؟ حکومت مرکزی یا محلی؟ ببینین، ناامنی ها در ولایت بغلان یکی عمدتاً از طرف یک تعداد علاقات خاص حمایت میشه و همیشه با اونا در تماس. این علاقات کی هستند؟ این علاقات در ولایت بغلان شخص قماندان امنی ولایت بغلان و نیروهای جامعه جهانی که اینا در هر مناطق ولایت بغلان به تعداد 20 نفر یا 10 نفر از گروه سارقین یا مثلای غیر مسئولی وجود داشته باشه، عملا یا با اونا ارتباط تامین میکنن. چه منافع و چه منافع نیروهای خارجی در ناامن ساختن بغلان نهفته است؟ شما به صفت یک نماینده مردم چی دریافت کردید؟ عمده خوب نیروهای خارجی در ولایت بغلان ای که مسیر رای اکمالاتی از پاکستان انتقال شد به طرف شمال افغانستان، ولایت بغلان هم از لحاظ استراتژیک بودنش یک موقعیت بسیار اساسی داره. در اینجا یا خواستن که فقط این مسیری سرک مسیری به اصطلاح جاده ها و ترافیک یا بتانن که یک امنیت نسبی را بیارن، برایشان فرق نمیکنه که در اطراف امنیت باشه یا نباشه، برای دو پروانه داره. سپاس. پس تقصیر اساسی را شما از مقامات محلی میدانید؟ فوق العاده. ما مشکلاتی را که یکی از باشندگان محل از اولسوالی اندراب عنوان کردن و اولسوال اندراب کاملا تایید میکنم، شما ببینید که هر موتری که از اولسوالی اندراب یا از دیسالا از پلحصار حرکت میکنه به خنجان میرسه، 20,000 15,000 باتی مسئول بپردازه. برای کی؟ برای سارقین و تعدادی از مسئله غیر مسئولی که یا پاتک دارن در مسیر راه. این چندین مرتبه ما تقاضا کردیم از حکومت که به مشکلات مردم باید توجه شود، اما متاسفانه. باز به این سوال برمیگردیم. آقای سیدی، دولت حکومت مرکزی چه کاری را انجام داده؟ آیا عملا داخل صحنه شده تا ببینه که مشکلات مردم چی است؟ باور می است که حکومت مرکزی غیر مستقیم به ناامنی ها دامن میزنه، به این معنا که کسانی را که در ولایات مقرر میکنن، طوری که از جناب وکیل صاحب آقای محسنی از قماندان یک از ولایت ها نام گرفت، کسی این آقایان را نمیتونه تبدیل کنه، به خاطر ازی که پولی را که جمع میکنه حتما به مرکز هم میته تحویل میکنه، رشوتی را که از همو تورست یا از همو کسی که سلاحی به دست داره و غیر مسئولانه مردم را میکشه و پاتکی داره، این را تقسیم میکنه. بنان تا وقتی که مردم مسئولین ولایات، مسئولین شهرها فقط به اساس لیاقت و صداقت و شرافت اخلاقی و مسلک مقرر نشن، همچو پلوینی ها، قومی ها، زبانی ها و شرگیز کاری کرده نمیتونن. به پیشتر خدمت شما عرض کردم که ولایت ها، یعنی مثلا تقسیم است که ولی کجا مربوطی کدام رهبر یا تنظیم باشه، قماندان فلان جا مربوطی بچه کدام رهبر و کدام تنظیم باشه، مستفی یا مثال گفتم مثال عامر امنیت مربوط به کی باشه، لیاقت و اهلیت مد نظر نیست، رشوت. یعنی شما ضعف اساسی را از حکومت مرکزی میدانین و حکومت مرکزی را مقصر به این میدانین که در ناامنی ها در ولایات نقش داره. حکومت مرکزی ایواز یزی که حکومت داری کنه معامله گری میکنه، کوشش میکنه که نیروها یا اشخاص یا افرادی عذروزی باشن، بنان یعنی لیاقت و اهلیت. و سوی دیگر جناب وکیل صاحب اظهارات کردن که کوشش میشه که رای اکمالات از سمت شمال آغاز شه و به سرمنزل مقصود برسونه. بدون شک دستگاه استخبارات پاکستان و نیروهایی که در ناامنی افغانستان به خود ناامنی افغانستان ضرورت میبینن، به خود اونا هم دستی دارند بین گروپ ها. اما تا وقتی که طوری که جناب والی صاحب بغلان گفت، من میشناسم آقای بسیر سالنگی کسی است که مردانوار در مقابل طالب و القاعده جنگیده و تا آخر بوده، طبعا به این مشکل ایجاد میکنن به خاطر ازی که تا ای را بتانن با مشکل آفرینی کنن. والی بغلان همچنین. اما تا وقتی این والی ها صلاحیت نداشته باشه که آمر امنیت طبق آرزوی خود تعیین کنه، قماندان پلیس طبق آرزوی خود تعیین کنه، هرگز کار کرده نمیتونه. سپاس. به این مشکل دوام میکنه. سپاس آقای سیدی.
یک پرسش اساسی مردم هم این است که شما که نمایندهشان هستین آمدین به مجلس، تا هنوز چه کاری را انجام دادین؟ ببینه ما مشکلات مردم چندین مرتبه امرای والی ولایت، قماندان امنی ولایت هیچ وقت نخواسته که در جلساتی که ما داشتیم اشتراک بکنند. و شما عدم حضورش به کدام مراجع بالاتر رساندید؟ ببینین عدم حضورش ما به چندین مرتبه به اصطلاح مرجع بالاترش که وزارت امور داخل است در اونجا رساندیم، حتی توجه بسیار کاملا توجه نشد در قسمت. ما مشکلاتی که در قسمت امنیت ببینین اربکی سازی در ولایت بغلان ای به این معنا بود، فکر میکنم از دیدگاه حکومت ای بود که امنیت باید داره، مگر متاسفانه امروز ناامنی را بیشتر و بیشتر کاملا از طریق آنمو عربکی های هستن که مسئله شدن، ناامنی را فوقلاده اونا با بار میره و قماندانی امنیه و ارگان های امنیتی ولایت بغلان توانایی را نداره که مرتکب جرم میشن، امو مسئله های عربکی که مرتکب جرم میشن امو مجرم بگیرن به پنجال خانون بسپارن. سپاس. آقای سیدی، پیشبینی شما چی است؟ وضعیت در شمال خوبتر میشه و یا بدتر؟ در حال حاضر امیدواری برای بهبود وضعیت نمیره، اما وقتی میتونه وضعیت بهبود پیدا کنه که حکومت مرکزی احساس مسئولیت کنه، مسئولینی را که در ولایت تعیین میکنه با اونا صلاحیت بده، از اونا پشتیبانی کنه، حکومت مرکزی از معامله گری های تقرر و تبدیل بگذره و هر کس را به اون چی که لیاقت داره وظیفه بده. حتی کسانی هستن امروز در ولایت که یک ماموری عادی هست، چون کسی را در مرکز داره هیچ کس نمیتونه او را تبدیل کنه، هیچ کس نمیتونه او را مجازات کنه. سپاس. سپاس از حضورتان و تشکر از شما که آماج را بیننده بودین. بیننده عزیز، اگر من کرزه ببینم، این بخش برنامه آماده نشر است، پس از این بخش میایم در خدمت شما و این موضوع را با شما در میان میگذاریم. 0799474702 شماره تماس ماست. یک احترام میکنیم، بعد از احترام برای کرزی میگیم که نمی بدبختی و نمی بیچارگی و نمی قتل و قتال و مردم کشی و امی انتحاری و اینمی چیزها را به هر واسطه و وسیله ای که میشه از دستش میشه باید امید از بین ببرد. پرسان نیست، ترافیک گیره واگنه 300-400 جرمه. اگه ما کرده دیدیم